به خیلی گذشت. بریم اینترو. سلام یوتیوب، خوش اومدین به چنل من. احتمالاً اینترو براتون جذاب بوده که دارین ادامه ویدیو رو هم میبینین. توی ادامه ویدیو قراره چیکار بکنیم؟ قراره که افکتی که توی اینترو دیدین رو با هم دیگه بازسازی کنیم، یعنی دستمون رو با موبایل اسکن بکنیم و تبدیلش بکنیم به اسکنر X-ray. بریم با هم دیگه توی نرم افزار پریمیر پرو تا شروع بکنیم و این افکت رو بازسازی بکنیم با هم دیگه. برای اینکه افکتی که دیدین رو بازسازی کنیم به چند تا چیز احتیاج داریم. اول از همه یه بک‌گراند سبز که صفحه موبایلمون رو بپوشونه. دوم تصویر اصلی که داریم دستمون رو اسکن میکنیم با موبایل، و سوم یه عکس ایکس ری از دست راست یا هر قسمتی از بدن که میخواین اسکن کنید. خیلی راحت میتونید توی گوگل سرچ بکنید و همچین عکسی رو پیدا بکنید. اوکی، اولین کاری که باید بکنیم اینه که ویدیوی اصلیمون رو بیاریم روی ویدیو ترک شماره 2، عکس ایکس ری رو بیاریم روی ویدیو ترک بالایی، یعنی ویدیو ترک شماره 3. مدت زمان عکس ایکس ری رو با تصویر اصلیمون یکی میکنیم. حالا باید اندازه انگشتای داخل عکس رو با انگشتای تصویر اصلی یکی کنیم. پس اپاسیتی عکس ایکس ری رو کمتر میکنیم، مثلا میاریم روی 50 و حالا ریسایز و روتیت میکنیمش تا استخونها به اندازه انگشتای دست تصویر اصلی در بیان. خیلی خوب، تا همین اندازه به نظر خوب میاد. حالا عکس ایکس ری رو میبریم به ویدیو ترک پایین تصویر اصلی، یعنی ویدیو ترک شماره 1، و اپاسیتی رو برمیگردونیم به حالت عادی، یعنی 100. من احتیاج به یه بک‌گراند سیاه دارم که هم رنگ بک‌گراند عکس ایکس ری باشه. پس میام به پراجکت پنل، نیو آیتم، و یه کالر مت جدید درست میکنم و بعد از چک کردن تنظیمات آی دراپر رو برمیدارم و میام روی بک‌گراند عکس ایکس ری کلیک میکنم تا کالر متی که دارم میسازم هم رنگ بک‌گراند عکس ایکس ریمون باشه. دو تا ویدیوی داخل تایملاین رو یه پله میبرم بالاتر و کالر مت رو میارم روی ویدیو ترک پایینیشون، یعنی ویدیو ترک شماره 1، و مدت زمانش رو هم با ویدیوی اصلیمون یکی میکنم. حالا میرم به پنل افکت و سرچ میکنم اولترا کی و این افکت رو اضافه میکنم به ویدیوی اصلیمون. بعد در پنل افکت کنترلز در قسمت افکت اولترا کی کالر پیکر رو انتخاب میکنم و میام صفحه سبز موبایلمون رو انتخاب میکنم. با این کار صفحه سبز روی موبایل حذف یا اصطلاحاً کی اوت میشه و به این پروسه کینگ میگن، یعنی اون جایی از تصویر اصلیمون که رنگ سبز وجود داشت ما لایه پایینیش رو میتونیم ببینیم، یعنی ترانسپرنت میشن اون قسمت ها. برای اینکه بهتر ببینیم بریم به پنل افکت کنترلز و آوتپوت اولترا کی رو بذاریم روی آلفا چنل. اینطوری همه نقاطی که حذف شدن و ترانسپرنت شدن در تصویرمون با رنگ سیاه نمایش داده میشن، بقیه جاهای تصویر سفید هستن. خب این یعنی اگر جایی بین سفید و سیاه باشه احتمالا اونجا مشکلی وجود داره. برای از بین بردنش باید بیایم سراغ افکت اولترا کی در پنل افکت کنترلز و با این پارامترهای ترانسپرنسی، هایلایت، شادو، تولرنس، پدستال بازی بکنیم تا تصویر در نهایت به دو رنگ سفید و سیاه در بیاد و بعد آوتپوت رو دوباره برمیگردونیم به حالت قبلی خودش، یعنی کامپوزیت. و در آخر اگر میخواین تغییر رنگی به اسکن ایکس ری بدین، کافیه که افکت تینت رو اضافه کنید به عکس ایکس ری، ولی قبلش کالر مت و عکس ایکس ری رو با هم دیگه نست میکنیم، بعد افکت تینت رو بهش اضافه میکنیم. میایم به پنل افکت کنترلز و برای این کیس سفیدی های تصویر رو دست نمیزنیم و سیاهی های تصویر رو مثلا سبز یا آبی یا هر رنگ دیگه‌ای که دوست داشته باشیم میکنیم. اینم از این. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب مثل همیشه خودتون میدونید که چیکار باید بکنید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. منتظر باشید. این یکی از اون آپندونای بود که اگر بلاگو دیده باشین اینجا براتون میذارم کاردشو. اگر دیده باشین اینم جزء همون محتوایی که با دیدنتون میتونید حمایت بکنید، ساپورت بکنید. اگه دوست داشتین برای دوستانتونم به اشتراک بذارین. تا ویدیو بعدی.